پیوند انسانیت. فلم های مستند را که ما به شما تقدیم می کنیم از جهان اسلام، کلتور و عنعنات جهان اسلام، پیشرفت، رفاه مردم و افکار عامه را در بر می گیرد. هر هفته از ممالک مختلف جهان اسلام و افغانستان فلم مستند را به شما تقدیم می کنیم تا بینندگان ما در افغانستان در مورد زندگی آنان بهتر آگاه شوند. دوستان گرامی، امروز ما در خدمت شما با یک مستند از جهان اسلام و افغانستان در مورد رسوم و عنعنات ماه مبارک رمضان هستیم. رمضان در افغانستان همانند سایر کشورهای اسلامی شور و حال دیگری دارند. مردم افغانستان آداب و رسوم خاص دارند و از چند روز قبل و پیشواز این ماه خدا می روند و از آن استقبال می کنند. در کشور اسلامی ما رمضان همه ساله از شکوه خاصی برخوردار است. مردم ما با وجود گرفتاری های فراوان در تلاشن به عنوان مسلمان وظایفشان را در این ماه خدا انجام دهند. از آداب بسیار گران قدر این ماه قرائت قرآن و ختم یک دور آن است. عنعنات مختلف و رسوم بی‌نظیر در اندونزیا ماه مبارک رمضان را نمایان می سازد. مراسم، غذا، تزیینات، کارهای اند که تجلیل از ماه مبارک رمضان را مشخص می سازند. عنعنات بی‌نظیر در رمضان از نسلها به این سو به شکل یک رسم جریان دارند. در تمام اندونزیا در قریه های آن گرفتن مارماهی عام است و به همین منوال در قریه واتونونجو در سولاریسی گرفتن این حیوان آبی یک کار و سرگرمی جالب در ماه مبارک رمضان است. آنها این کار را پیش از افطاری انجام می دهند چون این هم یک غذای خوشمزه را به آنها مهیا می سازد. کارهایی را که مردم اجرا می کنند مختلفند. مثلا آنها مارماهی می گیرند و کارهای جسمانی و فیزیکی دیگر را انجام می دهند و از این کار مقصدشان این است که برای زنده ماندن باید کارهای بسیار سخت را انجام داده. مارماهی هایی را که مردم می گیرند غذای شب آنها را تشکیل می دهد که آن را با فامیل خود یک جا صرف می کنند. رمضان یک ماه مبارک است و در همه جهان به شیوه های مختلف و به طرق گوناگون از آن پذیرایی می شود. ما خوش هستیم تا خوشحالی و بخشایش خداوند جل جلاله را در این ماه مبارک جشن بگیریم. ما این ماه را ماه صد مهتاب می نامیم. هر گوشه اندونزیا یک مراسم خاص برای تجلیل از این ماه را دارد. و دیگه قصابا باشد، کراچیوان باشد، دکاندار باشد، یک ذره ماه مبارک رمضان است که مردم چیز داشته باشد، کمک صبر و استعداد داشته باشد، دیگه مراعات کنن یک چیز در نرخ، دیگه ماه مبارک رمضان است. مردم آچی یک عنعنه خاص به نام میوگینگ دارند که در آن همه مردم دو روز قبل از ماه مبارک رمضان گوشت خریده، پخته و صرف می کنند. عموماً در این ماه مردم اعمال چون خوبی و دلسوزی، مهربانی و سخاوت را انجام می دهند. مردم به این عقیده هستند که اگر آنها به کسانی که روزه دارند غذا تهیه کنند، آنها در مقابل ثواب فراوانی را به دست می آورند. اندونزیا یک مملکت بزرگ است که هر منطقه آن عنعنات مختلف دارد، اما با رسیدن اسلام به اینجا آن عنعنات گم نشدند، بلکه زیر تأثیر اسلام در آمدند و شکل و نحوه اسلامی را از آن خود کردند. این عنعنه میوگینگ توسط تجاران و کارمندان بلندپایه دولت نیز عملی می شود.
معنی انعنی میوگینگ همانا یک جا شدن فامیل، وقت افطاری و صرف آن با هم و تشکری از خدا را که به آنها این همه نعمات را بخشیده و فراوانی نموده است. افطاری دادن از دیگر اعمال قیمتی این ماه است. هموطنان مسلمان ما در این ماه با جان و دل می کشند تا در خدمت یک روزدار باشند. آنان با این کار سنت حسنه اطعام را که حکم الهی است و از رسول گرامی اسلام به یادگار مانده است گسترش می دهند و همدلی و توجه به نیازمندان را می آموزند. در ماه مبارک رمضان در افغانستان در افطاری مردم یا در خانه هایشان و یا هم در مسجد دست جمعی افطاری نموده و غذا صرف می کنند. در افغانستان عموماً افطاری با خرما و آب و یا بولانی و یا کدام غذای سبکی دیگر صورت می گیرد و بعد از آن نماز شام و بعد از نماز شام روزه گذاران غذا و نوشیدنی های مکمل و مقوی را صرف می کنند. مردم در تمام جهان از ماه مبارک رمضان به گونه خاص استقبال می کنند. افطاری دادن در این ماه رواج بسیار دارد و توانمندان فقرا و مستمدان را یاری می کنند. هر کس سعی دارد با دادن افطاری کسب فیض کند. گاه سبقت گرفتن بر دیگران در افطاری قابل تمجید است. در سکابومی برای این که از ماه مبارک رمضان پذیرایی به عمل آید، یک انعنه به نام مونگهان را یک روز پیش از ماه مبارک رمضان اجرا می کنند. در این انعنه همه فامیل یک جا جمع شده تا اشتباهات یک دیگر را که در گذشته نمودند ببخشند و از غذاهای لذیذی که آماده نمودند یک جا با هم در افطاری لذت ببرند. لذت بردن از خوردن دست جمعی غذا یکی از عنانات عرب هاست. در قدیم عرب هایی که در صحرا زندگی می کردن در خانه های نیمه ثابت بود و باش می کردن. آنها دوست داشتند با هم باشند، غذاها را دست جمعی صرف کنند، که ما اندونزیایی ها نیز دوست داریم با هم باشیم و غذا را با فامیل دست جمعی صرف کنیم. این بخشی از فرهنگ ماست. ما همدیگر را با یک جا بودن و صرف کردن طعام با هم خوش نگه می کنیم. در سکابومی و چیانجور در رمضان یک رسم دیگری هم هست که به نام پپاکار یاد می گردد و اعضای فامیل و دوستان در یک منطقه جمع می شوند و غذا را با هم صرف می کنند. اهمیت این عنعنه در با هم بودن و یک جا بودن آن است. در این وقت است که آنها به یک دیگر ثابت می سازند که آنها با هم صمیمیت و نزدیکی دارند و آن را به همدیگر اظهار می کنند. این همچنان یک رسم کارهای خوب دست جمعی شمرده می شود. در جریان مونگهان مردم خود را برای گرفتن روزه به وجه احسن آن پیش از رمضان آماده می سازند تا از لحاظ جسمی و روحی با مشکل دچار نشوند. زنان در این ماه مبارک در پهلوی طاعات و عبادات کوشش می نمایند غذاهای متنوع پخت و پز نمایند. بولانی یکی از غذاهای است که تقریبا در هر خانه در ماه مبارک رمضان پخته می شود و برای افطاری و به حیث غذای عادی از آن استفاده به عمل می آید. زنان در این ماه غذاهای مشکل پس چون آشک، منتو و غیره را نیز می پزند که در ماهای دیگر زیاد از آن در اوقات عادی استفاده نمی شود. ما بر افطار امروز بولانی درست کردیم. معمولا در افغانستان مردم ما از بولانی استفاده میکنن بر افطاریشان و یکان روز اگر وقت داشته باشم سوپ تیار میکنم، آش تیار میکنم، آشک، یکان چیزای آسانه بخاطر افطار چون ماه رمضان است بهتر همین چیزا خورده میشن نسبت به دیگه چیزا. در سیمارنگ در ماه مبارک رمضان یک نوع شوربا به نام شوربای تند که آن را شوربای هندی نیز می نامند را نیز می پزند.
که ماه مبارک رمضان را مشخص می سازد. این غذا در اصل از گجرات هند به اینجا توسط ملایان اسلام معرفی شده. بعد از رسیدن اسلام به اندونزیا، بسیاری از ارزش‌های اسلامی، عنعنات اسلامی و دیگر عملکردهای اسلامی، عنعنات و رسوم مردم بومی را زیر اثر خود گرفت. در مناطق پیکوجان و کمپونگ ملایو، در سیمارنگ مردم خرما و شوربای تون صرف می کنند و همچنان روزه را با خرما افطار می کنند. این کار قوم جوانیرها را به عنعنات شرق میانه ربط می دهد. نفوس ملایی که نزدیک دریای دهلی زندگی می کنند عین غذا را صرف می کنند. زرخان مردم در ماه رمضان اندکی رنگین تر از سابق می شود. ترشی باب حتی در خانواده‌های فقیر هیچگاه ترک نمی‌شود و نوع ترشی خاص افغانی به نام چتنی تهیه می‌شود. زنان خانواده پیش از رسیدن ماه رمضان تدارک انواع ترشی مختلف را در این ماه می‌گیرند. همچنین خرما که در روایت اسلامی به آن اشاره شده است و ارزش غذایی بالای نیز دارد، جای خاص بر سر دسترخوان مردم افغانستان دارد و مردم روزه را به آن افطار می‌کنند. انواع عنعنات و رسوم مردم در تمام کشور چهره اسلام را در مملکت اندونزیا بیشتر غنا بخشیده. اسلام ابعاد مختلف زندگی را زیر اثر خود درآورده و بالای رسوم و عنعنات تاثیر مثبت گذاشته است. همه قریه ها تقریبا هر کدام آن از خود عنعنات خاصی را دارند. در هر جایی که اسلام رفته و حالا موجود است، عنعنات بومی را زیر اثر خود گرفته. این ماه، ماه نزول قرآن و ماه خداوند است و عبادت در یکی از شبهای آن، یعنی شب قدر، بهتر از عبادت هزار ماه است. این ماه چون ماه پربرکت است، پس مردم در عبادات و طاعات مشغول می باشند و اطفال و نوجوانان مصروف یادگیری دروس اسلامی می شوند. در ما روزدارها لازم است که از این ثواب و از این فضیلت ماه پرفضیلت صیام به بهره نمانیم. در وقت افطار کوشش بکنیم که با یکی مثلا دیگر خود کس افطاری بتیم تا ای که ثواب کامل افطار ما شما از آن خود بکنیم. در رمضان غذاهای خیلی لذیذ و جداگانه ای که در روزهای عادی قبل یا بعد از رمضان کمتر به چشم می خورد پخت و پز می شوند. به افرادی که در کاروبار فروش غذا هستند، وقت خوب برای به دست آوردن پول از راه مشروع آن است. در بالی یک نوع شیرنی بعد از غذا به نام باتور بیدل که میوه ها را در آب ناریال مخلوط می سازند تیار می کنند. این غذا فقط در ماه مبارک رمضان می باشد و در ماهای دیگر به ندرت تیار می شود. در یکی از ولسوالی های بسیار پر ازدحام جاکارتا، مردم غذاهای مختلف و شیرنی باب را برای افطاری خریداری می نمایند. یک زمان بود که ماه رمضان را توسط فیر توپ ها اعلام و تجلیل می کردند. همین که توپ افطاری شلیک می شد، مردم روزه را افطار می کردند. رسوم و رواج های زیاد دیگر در رمضان در افغانستان و ممالک اسلامی وجود دارد که یک بخش آن را در این مستند تماشا کردید. بخش دیگر آن را هفته دیگر به شما تقدیم میکنید. شاد و موفق باشید. فیلم های مستندی که ما به شما تقدیم میکنیم جنبه آموزشی و معلوماتی دارد.